با سلام و روز بخیر به سرویس خبری این ساعت از شبکه جهانی هزار آورد با من بلقیس بهار و همکارم ریحانه را به خوش آمدید. سرخط اخبار. عفو بین‌الملل میگوید کشتار هزارها در دایکندی بخش از حملات عمدی و سیستماتیک است. تفنگداران ناشناس یک نظامی پیشین را در هلمند تیرباران کردند. طالبان مویسر دست کم 15 دانش آموز را در هرات قیچی کردند. جسد جوان 22 ساله افغان در استخر آب در قونیه پیدا شد. رهایی 44 زندانی افغان از زندانهای پاکستان. و در اخیر طالبان از فراغت 3 خلبان خود خبر دادند. محشوی اخبار. سازمان عفو بین الملل در واکنش به کشتار غیر نظامیان هزاره در دایکندی توسط داعش گفت که این حمله بخشی از یک الگوی گسترده و سیستماتیک از حملات عمدی علیه جامعه هزاره است. دفتر عفو بین الملل در جنوب آسیا گفته هزاره ها از سال 2015 تا کنون به طور سازمان یافته هدف حمله قرار گرفتند. این سازمان حقوق بشری روز شنبه خواستار محاکمه فوری عاملان حملات عمدی علیه هزاره ها شد. این سازمان گفته است هزاره ها از سال 2015 در عبادتگاه ها، مکاتب، بیمارستان ها، جاده ها و سایر اماکن عمومی در افغانستان هدف قرار گرفتند. عفو بین الملل تاکید کرد که عاملان این حمله باید فوراً به عدالت سپرده شوند. این نهاد همچنین خواستار اتخاذ تدابیری برای محافظت از جامعه هزاره در برابر آسیب‌های بیشتر شده است. منابع محلی در هلمند میگویند که حاجی زلمه افغان یک نظامی پیشین در این ولایت از سوی تفنگداران ناشناس با ضربه گلوله به قتل رسیده است. منابع به هزاره ورد گفتند که این نظامی پیشین روز جمعه 23 سنبله در نزدیکی خانه اش در ولسوالی باباجی تیرباران شده است. بر اساس اطلاعات منابع افغان سرباز پلیس محلی در نظام پیشین بود. به گفته منابع این نظامی پیشین پس از سرنگونی نظام جمهوریت مصروف دهقانی بود و با هیچ کس دشمنی شخصی نداشت. منابع تصریح کردند که این نظامی پیشین طی 3 سال گذشته 2 بار از سوی طالبان بازداشت شده بود. مسئولان محلی طالبان در هلمند تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. در این اواخر ترور نظامیان پیشین در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است. منابع محلی در هرات میگویند که طالبان دست کم مویسر 15 دانش آموز یک مکتب را قیچی کردند. منابع روز شنبه 24 سنبله به هزاره ورد گفتند که طالبان در آمریت معارف ولسوالی گذره هرات مویسر شماری از دانش آموزان مکتب وزیر فتح خان را کوتاه کردند. بر بنیاد گفته های منابع طالبان با روش زشت و تحقیرآمیز اقدام به این کار کردند. طالبان محلی در هرات تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که این گروه هفته گذشته به دانش آموزان این مکتب هشدار داده بودند که موهایشان را کوتاه کرده و کلاه بپوشند. این در حالی است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بارها شماری از شهروندان کشور را در مکانهای عمومی تحقیر و توهین کردند. رسانه های ترکیه روز شنبه گزارش دادند که جسد یک جوان 22 ساله افغان در استخر در قونیه که برای ذخیره آب باران استفاده می شد پیدا شده است. این جوان که حبیب نام داشت از حدود یک ماه پیش به عنوان چوپان در منطقه یعنی بوجا نزدیک محل حادثه کار می کرد. رسانه های ترکیه روز شنبه 24 سنبله گزارش دادند که جسد یک جوان افغان پس از آنکه نزدیکانش به دلیل ناپدید شدن او به پلیس اطلاع دادند در استخر ذخیره آب باران در منطقه یعنی بوجا روستای جهان بیلی قونیه پیدا شده است. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی پس از بررسی دوربین های مدار بسته
او را در حال رفتن به سوی استخر دیدند. سپس تیم آتش نشانی جسد او را از عمق استخر بیرون آورد. جسد این جوان افغان پس از معاینه به سردخانه شفاخانه دولتی قنیه منتقل شده است. دلیل اصلی غرق شدن او هنوز مشخص نیست. کنسولگری طالبان در شهر کراچی پاکستان اعلام کرده است که 44 زندانی افغان از زندانهای ایالت سند این کشور آزاد شدند. این کنسولگری روز شنبه 24 سنبله با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس خود گفته است که این افراد به دلیل نداشتن مدرک قانونی زندانی شده بودند. در میان زندانیان آزاد شده، زنان، کودکان و 21 دانش آموز مدارس شامل هستند. کنسولگری طالبان افزوده است که این افراد از طریق گذرگاه مرزی تورخم وارد افغانستان شدند. بر اساس اطلاعات طالبان، هنوز 15 الی 20 شهروند افغان در ایالت سند پاکستان در بند به سر می‌برند. این در حالی است که پیش از این نیز طالبان از جاهای شماری از شهروندان افغانستان از زندان‌های پاکستان خبر داده بودند. وزارت دفاع طالبان میگوید که 3 نفر از خلبان‌های مجاهد این گروه پس از گذراندن دوره‌های آموزش مسلکی، نظری و عملی از دانشگاه نظامی فارغ شدند. طالبان بر جنگجویان خود مجاهد میگویند. در خبرنامه وزارت دفاع طالبان آمده است که در مراسم فراغت این خلبان‌ها مقام‌های ارشد این گروه از جمله سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، فصیح الدین فطرت، رئیس ارتش و ندام محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حضور داشتند. سراج الدین حقانی از خلبان‌های حکومت پیشین افغانستان خواسته است که به کشور برگردند. سپاسگزارم که تا پایان سرویس خبری این ساعت ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد، الله نگهدار.